moja, pa do sorone, fone maglona je pozorko, salom fajn ka, vasem ima na tafti nas. Orzumandam dalim bazma orfona, ki navoje غزلیات مولانا در رگ و جان ما جاری بشود، گرمی جان یافته باشید. تشریفواری فرد فرد شما را خیر مقدم گفته جا دارد تا استاد معزز جناب فاروق رکزی رئیس بنیاد مولانا در کابل که شمع بزم امشب من را افروخته می سازد صمیمانه اظهار سپاس به امتنان نموده قلباً تشکری نماییم. چون به خاص انجمن ما لبیک گفته و این مسئولیت بس بزرگ را واجبی نمشاده پذیرا گردیدم. عزیزان بیننده، با سرود معنوی عرفان متعالی مولوی که عمان اشتبیت نخست مثنوی معنوی است، به قول خودش تا گرمی جان یافته باشیم و از طرف آگنده شویم و از خم معرفت مولوی هم به قدر توان چشیده باشیم و در طرف خیش در نخستین شبهای عرفان مولوی در دیار غربت و دور از وطن که به امت کارگزاران انجمن زنان افغان دنمار که ثلاثه ایشان و زنان می رسد که در خانقای مولانا بازانوی حیا و چادر ایمان می نشستند و از مجالس سبحه مولانا که امروز مسمی است به شبهای عرفان مولانا و از بزم سخن مولوی گرمی جان می یافتند. من ملاله شبنم به گونه خادم این انجمن رسالت خیش میبینم و در رسالت خیش میپندارم تا با گروپ کاری خیش که همه از شوریدگان عرفان و تصوفی عشقی مولوی هستیم تا بتوانیم این فرهنگ اصیل و کهن عرفانی مولوی را که بدون شک در هر خانه عرفان دوست مولوی و سرزمین من روزگار در پلوی قرآن عربی مثنوی معنوی این قرآن فارسی را زمزمگوی شبهای بهمن سرد خدا بود می خواندند. معمولا در افغانستان تا جایی که بیاد دارم در شبهای زمستان و ویژه شبهای سرد چلای زمستان روی صندلی ها جمعی از دوستداران مولوی و خانواده های ایشان به مثنوی خوانی می پرداختند که در ذات خود یک نوع شب عرفانی مولوی بوده است. بنابراین ما نیز خواستیم این سنت دیرین را یک بار دیگر تازه کنیم تا رفع مسئولیت از رسالت فرهنگی کرده باشیم. این اک برسم کهن در شبهای عرفان مولوی که عمان اجربیت را به گوش جان شما عزیزان و عاشقان مولانا به خانش میگیرم. به گفته جامعه بزرگ هر کجا خوانند یاران مثنوی آذر آید دوی پاک مولوی. قبل از اینکه اجده بیت از دفتر اول مثنوی معنوی را به قرار بگیرم، از دکتر صاحب سهیلا جان عبدالله سمولا تقاضامند هستم که با خوانش آیات کلام الله مجید بزم عرفانی ما را متبرک سازند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما همیشه به یقیده بودیم که آدم وقتی قرآن از ایموشان میخونه باید بفهمه که چی میخونه. از او خاطر تنها خواندنش کافی نیست. درست است که فضیلت داره که آیات مبارکه به مو زبانی که نازل شده آدم بخونه، اما باید بفهمه که چی میخونه. از او خاطر من تصمیم گرفتم که بر شما ترجمه از ایران بخونم. میگه پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از سوی پروردگارش آنچه که برش نازل شد یعنی قرآن عظیم و شانه برش ایمان آورد و تمام مؤمنا باید به خداوند، فرشته ها و کتاب ها و پیغمبرایش ایمان داشته باشند و هیچ فرق بین پیغمبران باید وجود نداشته باشه. مثلا ما شما باید پیغمبر خود ما را برتر از دیگر پیغمبران حساب نکنیم.
باز بنده ها میگن که ما شنیدیم و اطاعت کردیم پروردگارا، آمرزش تو را و بازگشت به سوی تو را برش ایمان داریم. خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواناییش عذاب نمیکنه. هر کار نیکی را که انجام میتین پاداشش برتان میرسه و هر کار بدی را که آدم میکنه جزایش میبینه. میگه پروردگارا اگر ما فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا تکلیف سنگینی بر ما قرار مده آنچنان که بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی. پروردگارا آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی. ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده. تو مولا و سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز گردان. الهی آمین. با تشکر و امتنان از خانم سایل عبدالله با قرآن تایت کلمه های مجید که شنیدیم و خداوند دعای من قبول کنه و از شما تشکر میکنیم. بشنو از نی چون حکایت میکند، بشنو از نی چون حکایت میکند و فدایی ها شکایت می کنم. که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی که دور مان از وصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بد آلان و خوش آلان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لی چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لی کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، آتش است این بانگ نای و نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر کی از یاری برید، پردهاش چون پرده های ما درید. همچنین زهری و تریاقی که دید، همچنین دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث رای پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز به هوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر کی جز ماهی ز آبش سیر شد، هر کی جز ماهی ز آبش سیر شد. هر که بیروزی است روزش دیر شد. در نیابد آل پخته هیچ خام، در نیابد آل پخته هیچ خام. پس سخن خدا باید و سلام. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه از جناب خواهی و بزرگ تقاضا میکنیم که ادامه برنامه را به توش بگیرن و این که چی در برنامه تدارک بیدن خدمت شما تقدیم میکنن و بعد سوالات اگه هست ما در خدمت. اجازه بدین سلام عرض کنم چون بوی خوش آشنایی. سلامی که مولانا بوده به بسم الله آغاز میکنم. بسم الله را حضرت مولانا کوک آفرینش میگم و اشاره میکنم، میگه هر کسی که از این بسم الله در دل داغ بیشتر داره قرب وی بر عقل بیشتر است. آنچه که نظامی گنجوی میگم، داغ بلندان شنوی اوشمن، داغ بلندان شنوی اوشمن، تا شوی از داغ بلندان بلند.
انجمن زنان افغان مقیم شهر دنمارک واقعا آستین همت و هم آستین عارفانه خود بلند کردن تا جهانیان به کمک تلویزیون بهار، تلویزیون جهانی بهار که در اروپا و شهر کشور دنمارک نمایندگی داره، آقای حاجی سیف عبدالحنان نوس داره، بتون اندک در راستای عرفان، امان و عرفان مولویه رفع مسئولیت کنن. چرا شما بیشتر میفهمین که یک جامعه، یک کشور از روی فرهنگیانشان شناخته میشه. ببینین وقتی که شما نام از ژان ژاک روسو میبرین، مستمع متوجه کشور فرانسه میشه. وقتی که شما نام از تولستوی، ماکسیم گورکی یا آنتون چخوف میگیرین، مستمعتان متوجه میشه که از جامعه فرهنگی مدنی شوروی وقت گپ میزنم. وقتی که شما ویکتور هوگو میگین، میبرین شنونده را باز به سویرم و کشورش. یا وقتی که از شکسپیر نام میبرین، مستمع فکر میکنه که در فرهنگ جامعه انگلیس معلومات داره. ولی چرا ما از مولانای خود نگوییم؟ وقتی با یک جوان ایرانی میشینی، ساعتها در مورد احمد شاملو، سهراب سپیری، پروین اعتصامی، سیمین بهبهانی، همون طرف رفته از آفز و عطار و سعدی بزرگ سخن میزنم. ولی تأسف و درد ما این است که همانطور که شیفر یکی از اقتصاددانهای مشهور آلمان است و میگه که مهاجرت ها هم کشنده و دردآور است، هم آموزنده است. کشندهش امی است که نسلی که بعدا اونجا به تولد میشه در غربت یا کلان میشه، بزرگ میشه، او مجبور است به مقتضای امو عصر کلان شوه، با کلچر و کلتور امو جامعه بدلت شوه. ولی چی رسالت داره نسل قبلی از او تا او را نگاه کنه به ارزش ها و حفظ ارزش های فرنگی و شناخت جامعش؟ این رسالت ما و شما است، وگرنه نسل بعدی گریبان ما رنگ نگیره سر تربت ما، مه با ما نمیگه که خدایی را ببخشه. و امروز ما یک برنامه مقدماتی خود داشتیم و کوشش میکنیم که هم در شرح احوال مولانا، مولانا کی بود، پدرش کی بود، سلاله پدرش به کجا میرسه، سلاله مادرشان به کجا میرسه، نسبش چی است، با حوالت کی بود، چرا ایره سلطان العلماء میگن، چی انگیزه باعث میشه که امیر سلطان العلماء بلخ ترک کنه، چرا ایره سلطان العلماء میگن، از کدام راه میره، آیا واقعا امام فخر رازی سر اسادت با سلطان العلماء داشته، یا یکی امو رقابت های ناسالمه که از جامعه مردمی، از جامعه انسانی، از جامعه انسانهایی که نبوغ بودن، شخصیت داشتن، در جامعه نفوذ داشتن، که تا به این حال سلاطین در از نفوذ اجتماعی از اونا در حراس هستن که نشه عریکی قدرت از اونا بگیره. آیا ترس ملک خوارزمشاه امیر خراسان وقت امی بوده که سلطان العلماء دعوی خلافت و پادشاهی داره؟ یا اینکه واقعا فخر رازی او یک عالم بسیار بزرگ است، آثار را که شما از شیخ محمود شبستری در شهر گلشن راز مطالعه میکنین، آثار را که از بدیرالزمان فروزانفر استاد بزرگوار و از دکتر سیب حسین زرینکوب مطالعه میکنین، هیچ اطور یک نصر را یا یک متن را یا یک سطور را نمیفهمین که واقعا در اونجا فخر رازی سر اسادت با سلطان العلماء داشته باشن، چون مولانا او را رازدار دین معرفی میکنن. سر این مسائل بحث خود کردیم و یک چند مصری از ابیات نخست را که خانم شبنم بوده دکلمه کردن و این سرود معنوی انجمن بعد از این خود بود که بعد از تلاوت کلام الله مجید ما با می سرود معنوی آغاز میکنیم و این نینامه هست. این اجده بیت لب و لاب مصنوی معنوی حضرت خداوندگار بلخ است. شما میفهمین که قرآن در 30 سپاره است، یا بیشتر یا کمتر از آیات 6666 آیه. همه مفسرین معتقد و باورمند به این هستند که اینمی تماماً قرآن کریم مندرج و مندمج و پوشیده به می سوره بقره است و سوره بقره مندرج و مندمج و پوشیده به می الحمدلله است، فاتحه. و امی الحمدلله شریف مندرج و مندمج و پوشیده است در بسم الله الرحمن الرحیم و همین بسم الله الرحمن الرحیم مندرج و مندمج و پوشیده است به بسم الله الرحمن الرحیم.
بنان چون مولانا با مستند از آثار شمس الدین افلاکی که در کتاب معتبر خود تحت نام مناقب العارفین، یعنی مناقب یا قصه های از عارفین روایت میکنه، در دو جلد، در جلد اول صفحه 261 میگه که مولانا بیش از 764 حدیث را از 5 منبع حدیث معتبره که شما اربابان عقول و صاحبان معرفت و دوستداران مولانا و قرآن فارسی آگاهی دارین، ما 5 نوع حدیث داریم. مولانا 780 چند حدیث از مشکات شریف استفاده و به کار برده در مثنوی. جامی میگه که 19 سپاره را مولانا در 6 دفتر خود که بیشتر و کمتر از 30,000 بیت از گنجانیده، و مستشرقین میگن که به شمول نیکولیسن که مولانا 1150 آیت در قرآن در مثنوی آورده. آنچه که جامی میگه، من نمیگویم که پیغمبر است یعنی، ولی دارد کتاب نیست، پیغمبر ولی دارد کتاب نیست. به این معناست که یکی مسئله پیغمبر، سوال را که دیشب هم از من دوستا کردن، یکی مسئله پیغمبر و کلمه الله مختص است. به کس دیگه ما الله گفته نمیتونیم، ولی شما اسما را میبینید، قدوس، رحیم، انان، منان، خلیل، ابراهیم، اسمای خداست. ولی اگه آدم نامش ابراهیم است، ولی خود خدا نشد. اگه آدم نامش قدوس است، خود خدا نشد، او مختص است. سوال کردن که مولانا رو شما به سطح پیغمبر بوده؟ نه، اینجا کلمه پیغمبر که مختص نام انبیاست نامده. مولانا رو جامعه به عنوان یک دعوتگر معرفی میکنه، میگه مولانا پیام آور انسانیت است. مولانا درس انسانیت میده، درس چگونه زیستن میده و چگونه سراییدن میده. و مولانا میگه که کمال انسانی در چگونه زیستن از اوست، در چگونه سراییدن از اوست. بلان از زمان زندگی حضرت خود پدر حضرت مولانا شروع میکنیم، اگه دوستا با ما موافق هستن. سوالات داشته باشین یا داشت میکنین، خانم شبنم سوالات شما رو میگیره. یک چیز خدمت شما عرض کنم که خانش مثنوی از آنجایی که ما از تفاسیر معتبر گرفتیم، حداقل شما قرآن باید با ترجمه بفهمین، اگه تفسیر نمیفهمین، و دوم 14 علوم متداوله را بفهمین. و اگر در 14 علوم متداوله شما دسترسی ندارین، شما باید رجوع کنین به چند کتابی که من به آدرس بر شما میتونم. یک، مصیبت نامه اتار، حدیقه سنایی، هلاهی نامه اتار و کتاب معتبر از حضرت جامی، نفاحت الهنس، به خصوص حدیقه سنایی. این کتاب ها و کتب معتبری هست که مولانا آنچه که عطار در منطقه الطیر از ادهد و سیمرغ و سلیمان و کوی قاف یاد میکنه، مولانا اینه در پوشش کنایه های دیگه چیز آورده. و کتاب معتبر دیگه هم است تحت نام مخزن الاسرار، از اون شما استفاده کرده میتونید. این کتاب معتبر شما رو کمک میکنه در مصرهایی که در ابیات مثنوی آمده، برای اینکه مولانا آنقدر غواصی بزرگ در بحر بیکران قصه های خود میکنه که مستمع یا کسی که میخونه نمیفهمه که مولانا از کجا در اینجا غوطه زد و از کجا سر بالا میکنه. شما در داستان که متوجه میشین، مثلا در داستان موسی و شعبان سر از کجا میره و کجا سر بالا میکنه، یا مثلا در داستان سلطان احمد خزرویه کودک الوافروش، ببینین میره سر کسایی که وامدار هستن، میان پیش سلطان احمد خزرویه که وام ما رو بده، میگه وام ندارم، میرم سوی عدم. اما کودک الوا فروش از کوچه های بلخ تیر میشه، الوای قند دارم، الوای قند و نبات و ایل و بادام دارم و مفروشم و بچه بسیار تعریف الوای خواهی میکنم. احمد خزروی 800 درم قصدار است، قیمتی الوای 1.5 درم است. اما مولانا همه اینجا صدا میکنه که تا نگیرد کودک الوا فروش بر بخشایش کجایت بجوش. مولانا مستقیما میره سر آیه ولا تقنطوا من رحمی، ای محمد مردم از رحمت من نامید نگو، اونم 1.5 درم با نمیشه. مرد تجار پیشی که از ارادتمندان سلطان احمد خزروی است، کاروان را میبره به سوی دمشق و سوریه و اینجا، میای پیش سلطان احمد خزروی که برای من دعا بده که من مال تجاری خودم میبرم، اگر من ثواب منفاد خوب کردم، منفاد زیاد کردم، همه زکات مال خود بیرون میکنم. او مالی که میبره بسیار به چند مفاد میفروشه، میای
800 درم که امو وامدارا قصدار است، امو را به ثبت میمونه، 1.5 درم هم کنارش میمونم. در حالی که تمام وامدارا سلطان احمد خضروی را با کم گرفته که پول ما را بده. ببینید که مولانا از کجا سر میزنه، به کجا سر بیرون میکنه از بحر بیکران معرفت. بنان این آثار را که به شما نام بردم در روشنایی آشنایی با 26,000 کم و بیش ابیاتی که در 6 دفتر گنجانیده شده شما را کمک میکنم. و دیگه کاری که ما باید بکنیم اویی است که ما به 800 سال پیش نریم. ما باید مولانا را به مقتضای زمان معرفی کنیم. مولانایی که در یک مصرع داستان تمام امی 26,000 بیت یا لب لابش رو میگنجانم. بیشتر به شما عرض کردم بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد آل ماست آن. یعنی هر مصری از مثنوی که شما بخوانین یه طور تصور میکنید که امی دیشب مولانایی گپ زده. ما به طور مثال دو بیت حضرت مولانا را خدمت شما عرض میکنم. حالا شما خودتان قضاوت کنین که دو بیت چقدر به مقتضای زمان ما میخوانم. آیا شما من ایست یک مستمع تصور نمیگنید که شاید همین دوشین شب مولانایی بیت گفته باشه؟ برای از اینکه اسامه دین چلیپی میگه در مناقب العارفین که مولانا اغلب مثنوی را در شب میسرود. طهارت عشق میگرفت، بر روی سجاده مینشست و میگفت خدایا تو زبانه بر تکلم و چگونه گفتن دادی. آنچه که بابایم گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ام لم تغفر لنا و ترحمنا لنکون من الخاسرین. گفت رو گفتم که دانه گندم ها نخو. ابلیس هم به دنبالت روانه، چرا ایره خوردی؟ بگو دلیل بگو. آدم سر خدا پایان مندازه، میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ام لم تغفر لنا، خطا کردیم، گناه کردیم. گفتگو اینی درویشی نیست، ورنه ما هم سخنها داشتیم. حالا مولانا با تایید سخن پدر خود گپ میزنن، میگه گفتگو اینی درویشی نیست، یاد ما را سخنهای دقیق، یک معنی دقیق. اینجا سخنهای شیرین، سخنهایی که خوش طرف مقابل که خدایش از بیاید. میگه بگرد یک ستون میگشت بدون از اینکه تکرار کنه ابیات میخواند و مور نوشته میکردم. صبح وقتی که نماز اشراق میخواند مرا میگفت ای سلطان من، ای دید من، ای آیین من، سلطان منی، سلطان منی، و در دو جهان ایمان منی، در من بدمی من زنده شوم، یک جان چی بود صد جان منی. بگو ای اسام الدین من دوشین شب چی گفتم. بعد میگم میرم من میخوندم، بسیار کم اتفاق مفتاد که از نگاه عروج وزن و قافیه چیزی را مولانا زیاد کنم یا کم کنم. آن چیزی که خدمت شما دوستداران حضرت مولانا و شایقین مولانا عرض کنم که مثنوی معنوی در بحر رمل مسدس آمده، فایلتن فایلتن فایلن جل ظلمات است و دیگه چه کس میتونه بگه؟ خب بر صورت، یعنی به شکل بحر رمل مسدس آمده مثنوی معنوی. آیا میم سرجی که خود باهوولد کی بود؟ چون از قونی از بل حرکت میکنیم، میم به سوی کاروان، پدر مولانا کی بود؟ تا این قسمت که رسیدیم سوال هست. اما پیش از اینکه من شروع کنم که باهوولد کی بود، به مود دو بیت مولانا اشاره میکنم که پیشتر خدمت شما عرض کردم که تصور کنید که آیا مولانا می بیت دیروز گفته یعنی یا دوشین شب گفته یعنی. بیت نخست: عیف می آید مرا که این دین پاک در میان جاهلان گردد علاک. شما امروز نمی نید که دین چی رقم بازی میشه؟ آیا اسلام را که ما از او شناخت داریم کشتن است؟ حلال کردن است؟ موسی یکی از امتهای خدا یک بک زد رفت، تا زمانی که موسی از دنیا میرفت خدا گفت من از تو خفستم. موسایی که کلیم الله هست بدون آیل یا کتلست یا پیام آور که جبرائیل امین است، وظیفهش رساندن پیام خدا بر رسولان است، به انبیاست، بدون جبرائیل با خدا گپ میزنم، اما تا آخر برش خدا میگه که ای موسی بنده من به کدام جرم کشتی؟ آیا دین امی است که ما انسان علال کنیم؟ مگر ما اولادای ابن زیاد بودیم که در شنوار و در مشرقی ما امروز با کله انسان فوتبال میشه؟
باید ما مولانا رو به مقتضای زمان معرفی کنیم. ما نمیخوایم سوی سیاست برم. ما میخوایم به سوی انسانیت برم. و انسان را که مولانا تمثیل میکنه او را بیان کنیم. همینایی که امروز با این دین نازنینی که مولانا 800 سال پیش میگه حیف میآید مرا که این دین پاک در میان جاهلان گردد علاق. اینجا مولانا میگه در میان میسیان. اینجا مولانا میگه در میان یهودیان یا کلبیان یا مسیحیان یا دیگر ادیان، در میان جاهلان سره که مولانا در مثنوی میگه که ای آدمی، ای بشر، ای انسان، ای خلیفه خدا، تو از لب بلاکیف خدا افتیدی. مولانا انسان میگه که انسان ها به منزله نیهایی هستن که از لب بلاکیف عقل افتیدن. مثال میته مولانا میگه نه یک چوب است. ببینید اتو تصور کنید که این نه است. من این رمی جماندم این خود نه است. من به این بدم که صدا کنه نه. تا که این نه بلب یک دمنده قرار نگیره این به صدا نمه. و دوم چی است؟ این نه باید خالی شده تویی شده آنچه که شمس آمد در خانه شکر ریزان. یک اتاق گرفت قلف زرین زد سرشم ناشته کرد دوکان شکر فروش. اما درون خانه خالی بود، درون دوکان خالی بود. وطن دو صاحب محترم شما بیشتر معلومات در این مسائل دارین استاد. اول باید نی خالی شه. ما هم انسان ها باید خالی شویم. از چی خالی شویم؟ از ماهومنی، از توی و ابن فلان گفتن و نخوت و قدرت و شهرت و نسب و ابن فلان و پیش رو بودن و هم آمد زدن و خوش داشته باشیم که هرکس دست ما را ماسک کنه، خوش داشته باشیم که اوه دست خود از سر مردم بخورانیم. ما بسیار کسایی را در جامعه خود شاهد داریم که آنقدر از صداقت و پاکی و قدسیت مردم جامعه ما استفاده کردن که اوه دست خود از سر مردم خوراندن. همین انسانیت است. همیست که مولانا میگه عیف میآید مرا که این دین پاک در میان جاهلان گردد علاق. بیشتر به شما عرض کردم با سر انسان بوزی میشم. مولانا در مثنوی میگه که ای بشر، ای انسان، خدا بر تو، بر فرق تو تاج لقد کرم نارمان و توق انا آتینا را در گردن تو انداخت. آنچه که سعدی میگه معاصر مولانا، رست آدمی به جایی که بجز از خدا نبیند. تو به اون مقام میرسی. و اشاره به بیت دیگه مولانا خدمت شما عرض میکنم. چقدر زیبا میگه مولانا. بلا آدم گریه میگیره که این چقدر جهانبینی وسیع داشته و این چقدر معلومات داشته. حالا ببینه 840 چند سال قبل مولانا این گفه میدنه. در اون وقتی که بسیار سجایه انسانی خوب بوده، جامعه انسانی بوده، انسان ها اینقدر وحشی نبودن که امروز میبینیم در جامعه ما و شما، نه تنها در افغانستان، در دیگر جامعه. ولی آنچه که ما میخواییم بکنیم کاره هیچ اراسی از کس نداریم. به قول مولانا میگه ما مست الستیم به یک جرعه چومنصور، پروای رفتن سر دار نداریم. ما باید مولانا را به مقتضای زمان معرفی کنیم. مولانایی که در این بیت چه زیبا میگه، میگه تار تاریک نمودن ره روشن تو. اون چی که اقبال میگه نه مولانای معاصر، با 200 چراغ به بیراهه میرون، بگذار که بیفتند و ببینند سزای خیش. بیشتر از 200 چراغ برای ما روشن شد، چراغایی که به خون انسانهایی که بدیلشان تا بال نامدن. از 21 حرب پیغمبر و اصحاب جلیل قدرش که بگیریم تا به تابین و تب تابین. ببینید طارق بن زیاد اولین بار تمدن اسلامی را در اندلس دیروز و اسپانیا امروز میره. شما برید 800 سال که طارق بن زیاد وجه تمدن آورد، او تاریخ ها مطالعه کنین، تاریخ امروز اندلس ها مطالعه کنین. هم در افغانستان کشور ما عبدالرحمن ابن سمره، عبدالرحمن ابن عوف، حضرت زبیر، حضرت تمیم انصار آمد. امروز چی حال است؟ ما رسالت ماست که مولانا را در معاصر اصل خود باید تشریح کنیم که مولانا از ما چی میخواهد، ما چی مسئولیت داریم، ما چه رسالت داریم. مولانا را ما باید زیور و زینت الماریای سالون خانه خود نسازیم.
در بسیاری خانه ما میرم دیوان کبیر است که مثنوی معنوی است که نفات الانس است، پله پله تا ملاقات خداست، نردبان آسمان است، با سبا ماده مناقب العارفین است، خانم خانه بیچاره جانش برامد صافی کده بوره. همه هیچ کس الله حضر واز نکد که درون ازی چی است. مولانا مثنوی را نردبان آسمان معرفی میکنه. عزیزان من، اربابان عقول، خواهرای مستوره من، صاحبان معرفت، میگی نردبان است، این زینه است، بالاش رو سر ازی، این زیر سرت نمان، تو را به آسمان میبره، تو را بالا میکنه. مولانا مثنوی را دوکان وحدت معرفی میکنه. مثنوی ما دوکان وحدت است. مثنوی یک مثلث است، یک مثلث که یک زلش عشق است، یک زلش اشتیاق است، اما اشتیاقی که سینه خواهم شرح شرح از فراق، و یک زلش انسان بودن است. ما کی هستیم، چی هستیم، کجا میریم؟ ببینید 800 سال پیش مولانا میگه عیف میآید مرا کین دین پاک، باز میگه که تار تاریک نمودن ره روشن تو. کی را میگه مولانا؟ چی فکر میکنی؟ مولانا با کی حرف میزنه؟ مخاطبش کی است؟ تار تاریک نمودن ره روشن تو. مستقیما به آدرس پیغمبر گپ میزنه. کت سلطان خود قسم میکنه، کت پیش رو خود، کت منجی خود. میگه تار تاریک نمودن ره روشن تو. شاه من زیندغلان چادر سلطان بگی بیا دیگه، ای سلطان ما، ای پادشاه ما، از این دغلان چادر سلطان بگیر که با دین تو چی کردن. بسیار ابیاتی هست در این مورد، بسیار ابیات را ما داریم، بسیار قصه های را داریم. در مثنوی مراجعه کنین، دفتر سوم، داستان گبری که در امسایگی بایزید قرار داشت، در اونجا واضح میگه، میگه گبر بود که در امسایگی بایزید قرار داشت. مردم ها از حلب و از خرقان و از شام و از بصره و از دیگر مناطق میامدن به دیدن حضرت شیخ العارفین سلطان بایزید بستامی، تا گرمی جان بیافن، تا از صحبت های حضرت بایزید مستفید شوند. همون یک گبری در امسایگی بایزید قرار داشت. این مردم ها وقتی که صحبت بایزید سلطان العارفین، شما میفهمید که اسمش عیسی است، در قرنسی میزیسته، تیفور نام لقبش است یا کنیش است، ابو یزید امو اسم عرفانی و عارفانهش است. میگن این مردم ها برامدن از خانه سلطان بایزید بعد از ختم صحبت، آمدن که گبری دان کوچه استاد بود، گفتن ای گبری تو چه نیکبخت آدمی که در امسایگی خانه بایزید با یک دیوار قرار داری. ما چقدر از راه های دور نیم تا از صحبت سلطان العارفین گرمی جان بیافیم، تو در پهلوی بایزید قرار داری، چرا مسلمان نمیشی؟ میفهمی گبری چی میگه برای ارادتمندای سلطان العارفین بایزید؟ میگه اگه مسلمانی است که شما میگین اصلا شوقش ندارم، مسلمانی که شما میکنین من اصلا شوقش ندارم، و اونچی مسلمانی که بایزید میگن من اصلا طاقتش ندارم. قرآن سوره بقره آیه 14 15 16 لا اکراه فی دین قطب این رشد. ای مردم، دین دین جبر اکراه نیست. او داستانه که مولانا در مثنوی اشاره میکنه که حضرت طلحه و صحابی یکی از قماندانای قوی کفار زنده میگیره، زنده متو زنده، که هر تیری که من داخت سینه یکی از صحابه را شکار میکنه، و پیغمبر به سعد ابن وقاص میگه که ای سعد بینداز تیر، آمنه و عبدالله فدایت باد که کشت کل اعصاب مرا. وقتی که زنده میگیره میاره طلحه به خیمه پیغمبر، او تو میلرزد چون درخت بید در فصل بهمن خدا. پیغمبر دستای رحمت خدا سر شانه زمینه، میگه چرا میترسی؟ من خود کدام قماندان نیستم، من خود کدام وزیر نیستم، من خود کدام پادشاه نیستم، محمد بنده خدا، یتیم بچه قریش. پس اینا مگر در جای محمد چیشتن؟ مگر اینا حبلهای هستن که به خدا تکیه کردن؟ به گفته مولانا، ببینین ناله و فریاد مولانا را در روشنایی قرار دادن حقیقت دین، حقیقت انسانیت. اعصابش هم کشته، هر تیری رو هم گلا میکنه از سینه یکی از رفیقی از پیغمبر، که اعصاب در عربی رفیق هم میگن، هر تیری یک آدم اعلام میکنه سینه یکی از رفیقای پیغمبر خطا نمیرفت و دور زنده میگیره. پ
پیغمبر سر شانه از دست خدا میمانه که چرا میلرزی چون بید در فصل بهمن خدا؟ من محمد به عبد خدا، من خودم قمندان نیستم، من خودم وزیر نیستم، من خودم پادشاه نیستم. و عبدالله بن زبیر میگه ناخونایشون بگی آب برشام تایگو که سر جان خدا بشه، از آنچه که سی وقت نان میخوری نانم برش بده. بیاین اینا شما سخن که 800 سال پیش مولانا میگه با آل مقایسه کنین. حوادث که در کشور رخ میده ما نمیخوایم بحث سیاسی کنیم، ولی مکلفیت داریم که مولانا رو به مقتضای زمان معرفی کنیم که مولانا از ما چی میخواه. مثنوی خانی که آنچه ما خوارم خانم ملاله جان شبنم که از ارادتمندان عزت مولاناست، دروس مثنوی را پیش مرحوم عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا و عزت حیدری وجودی مشهور به نجم العرفا مخته مقبول اشاره کردن. یک عمر است که ما مثنوی خانی داریم. من میپذیرم به خصوص کیچکنی های ما، بدخشانی های ما، تخاری های ما، چاردی زمین کابل ما در شبهای سرد فصل بهمن خدا مثنوی میخواندن، ولی مهم این بود که مثنوی باید به مقتضای زمان تعبیر شد. مولانا از ما چی میخواه؟ مولانا چگونه رفع مسئولیت کرد؟ اما اینجا شما بینیم با یک اسیر چی رقم صورت میگیره، با کودک تیر مارد اسیر، با مسلمان. داستان مشهوری مولانا در مثنوی داره در مورد تجلیل از عاشورا، دفتر پنجم. در شهر علب عاشورا را تجلیل میکنن، اونجا هیچ مولانا سخن از زدن و بستن سنی و شیعه نداره. به هیچ سنی نمیگه بروی را بزن، بروی را بکش که چی کارا میکنن. هانچی که مولانا میگه در داستان فقط امی است، میگه اون روزی که حسین کشته میشد شما کجا بودید؟ در این ستمکده گوی کسی دیگر نیست، سر بریده ماست که به میدان میرخصد. اما مولانا هیچ کس مخاطب قرار نمیده که تو چرا یه تجلیل میکنی. در تمام داستان ها که شما مراجعه کنین مولانا ما را در دو محور میبره، یک انسان بودن و یک عاشق بودن. چرا مولانا میگه که خدا هم عاشق بود هم معشوق بود؟ به کجا رجوع میکنه؟ از کجا ایده میگیره؟ از اون حدیث کنز. حدیث کنز چی است؟ این سوالات رو یاد داشت کردین با من پرسان میکنم. حدیث کنز اونمو حدیثی است که خدا میگه من گنجی بودم پنهان، خواستم آشکارا شم، دست به خلقت زدم، آدمی را خلق کردم تا در آینه او طلعت خودم ببینم. حالا در این آینه که خدا طلعت خودم میبینه با ما میزیبه که بکشیم و ببندیم و حلال کنیم و پایمال کنیم و تجاوز کنیم، انسان تبیین کنیم. انسانی که مولانا میگه در فرقش تاج کرم ناست و در گردنش طوق انا عطیناست، که هرگز نه. خب این بحث هاییست که ما روی داستان هایی که سرش کار خواد کردیم، نظریات شما را خواد گرفتیم که داستان ها را لایف با گفته خارجی ها مستقیم بگویم. ابیات ملاله جان بخوانه، من با مقل قاصر و ناتوانی هایی که در دیار کلام غریب هستم و هیچ نمیفهمم اصلا، هیچ آگاهی ندارم، ولی به قدر توان با گفته خود حضرت مولانا هم به قدر باید چشید میچشیم. ولی هدف ما اینه میست که ما یک کار کنیم که یک تعداد مردمانی که با مولانا آشنایی دارن و اربابان حقول هستن و دانندگان رمز معنی از این قرآن فارسی هستن، حداقل خود اما تکل که خود بگیرن که ما چی میگفتیم، اینا چی میگفتن. و ما آنچه که میگه مستند چلنج هم میدون با هر کس، حاضر هستم که شما مناظره کن در رابطه آنچه که از ابیات مثنوی میگم که مولانا از ما چی میخواه. مشکل ما فرهنگی همی است، مشکل ما به خصوص اوزه فرهنگ زبان دری که ما به خاطر که خودم مطرح کنیم، همونطور که مولانا میگه زدیگه پختگان نایت صدای خروش از مردمان خام خیزت، فقط خواستیم یک لحظه مردم رو به خود معطوف کنیم، سر به دیوان مولانا یا با آدرس دیوان کبیر زدیم یا با آدرس مثنوی معنوی زدیم، ولی مولانا رو به مقتضای زمان معرفی که باید بکنیم میکنیم. دوشینه شب برای شما از داستان اما مردی که لب کبود و دست لرزان به خانه مرد عارف درآمد قصه کردم. ببینید مولانا سیاست نمیکنم ولی ما را متوجه میسازم. در خانه اگر کس است یا اگر بس است، مرد لب کبود و دست لرزان آمد در خانه زاهد عارف را زد، گفت چرا دستای چور پیران میلرزه؟
چرا چشمایت از حدقه بیرون شده؟ خیر است. چی گپ است؟ گفت در شهر خر بیگیری است. خر بیگیری؟ گفت خر بیگیری است که تو خر نیستی چرا میترسی؟ چون نه خر ای ایسی دوران مترس. گفت درست است که خر بیگیری است. مام خر نیستم. همه سروران و همیران این شهر آنقدر بی‌تمیز هستند که بجای خر سایه به خر میبرند. این آدم بیچاره 4-5 تا خر داشته که تمام کار روزگار خود میکنه. چون که بی‌تمیزیان من سرورند، صاحب خر را به جای خر میبرند. دی داستان مولانا دو سخن داره. از قرآن میگیره اولشه. کدام؟ سوره رحمان. آیه 14-15-16. ولی من خوف و مقام و رب و جنتان. مدهامتان فبیه یالای رب که ما تو کذبان. دو بهشت است. به کی؟ به کسانی که از خدا میترسند. وقتی که ما از خدا بترسیم، هیچ وقت به جای خر صاحب خر نمیبریم. اگر ما درست منیجمنت و اداره و نظام خوب داشته باشیم، سروران یک کشور برای خر گرفتن چی؟ سروران یک کشور خو نخبگان و دانشمندان و علما و اهل خبره تشکیل میده. سرور و امیر یک کشور چرا قدر بی منطق شد که بجای خر صاحب خر خر ببره؟ اینجا نشان میده مولانا که نه، امیر یک کشور پیش خدا مسئول است. یاد او داستانه که عمر به خلافت میرسه، یمن فتح میشه. عمر میره در یمن، میگه بین بریم یک خبر مزر حضرت پیغمبر بلال بگیریم، الماس سیارا. هنوز عمر در کوشکن یا دالیز حضرت بلال نرسیده که بلال برش صدا میکنه که ای عمر، به خلافت گماشتندت یا به خلافت رفتی؟ عمر با ادب استاد میشه. عمر که قیصر روم ازش، از عیبت خوابیدن عمر قیصر روم ایمان میره. دفتر چهارم داستان 11 میگه ای عمر متوجه باش، بز که از پل دجله فرات تیر میشه، اگه پای بز پل چوبی مشکنه خدا از تو پرسان میکنه. اینجا مولانا مجبور نیست که برای ما قصه افسانه سرمنگسک کنه. گفتی عامیانه، مولانا نمیخواد تکرار حسن کنه. مولانا به ما درس میده که کسانی که شوق قدرت و شهرت و کرسی و چوکی دارن، اینا بفهمن عمره که در زمان حیاتش خدا گفت ای محمد، به عمر، به ابوبکر، به عثمان، به طلحه، به زبیر، به عبدالله، به انس، به انزله، به ابو دجانه، به همهشون بگو که من از اینا راضی هستم، شما از من راضی هستید؟ خدا بر اعصاب پیغمبر میگه که من خود شما راضی هستم، شما از من راضی هستید؟ اینا قدر منزلت پیش خدا داشتن، ولی از شکستن پا یک بز عمر میترسم. پسرش عبدالله در خواب میبینه، میگه پدرم دیدم که یک دست در گردنش بود بعد از فوتش. دفتر چهارم داستان دیدن خواب عبدالله ابن عمر بعد از وفات پدرش. میگه سه شب بعد دیدم که دست در یخن پدرم نبود. گفتم مای پدر دوشین شب دیدم یک دست در یخن تو بود، حالا دست نیست. گفت یک بیوه زن بود در اقلیم ما که من در رساندن حق از او تعلل کرده بودم، غفلت کرده بودم. گفت امو زن بعد از فوت ما از دنیا رفت، گریبان من را گرفته بود. گفت خدا به او قصرهایی را در بهش نشان داد، یکی دو سه قصرهای مقبول مقبوله. میگی زن گفت که این قصرها از کی است؟ گفت این قصرها از کسایی است که میبخشن، عفا میکنن. زن صدا کرد که من عمر را بخشیدم. گفت دوشین شب می دست از یخن من خطا شد. چرا مولانا این قصه را میکنن؟ برای اینکه نقد آل ماست. شما میاد در کشورتان، در این کشورهای دیگه نمیبینین ظلمه، این وحشت، این بربریت. ملتی که نان خوردن نداره، 40 دانه تخم تنها در بیزی، 40 دانه بیزی مرغ تنها در کام یک اسب بزکشش میره. ملتی که نان خوردن نداره، به یک درم و دینار محتاج است. کاس و الک و ران گوساله در دان سگ جنگیش داده میشه و در اخیر هم جارچی صدا میکنه که سگ پلو از طرف فلانی قمندان است. مولانا به این خاطری گپ میزنه که بترسین از خدا، در حالی که تصوفش تصوف عشقی هست. شما میفهمید که دو نوع عرفان ما داریم، یک عرفان عشقی است و یک عرفان خوفی است. در عرفان عشقی پیشکسوتانشان منصور علاج، ابراهیم ادم، حضرت مولانا، سنایی بزرگوار، عطار و دیگر بزرگان سلف. در عرفان خوفی امام غزالی هست، سلطان
بایزید بستامی است، حسن بصری است و ابوالحسن خرقانی است. دیگه سو بس نمیریم. من این مختصر یک خوشچینی کردم به این خاطر بر شما عرض کردم که من معتقد هستم به حرکت خانم ملاله شبنم و تیم کاریشان که اینا میخواین مولانا را به جانیان بشناسن که هدف مولانا چی است. مولانا 10 سال مکمل با خلیفه منشی تحریرش، سلطان جانش، قطب عصرش، جنیدش، بلقاب مختلفه که سلطان اسام الدین چلپی در مولانا یاد میکرد، 10 سال مکمل مثنوی را سروده، 10 سالی خون دل خورده. این قصه ها را اتو ساده نگفته و شما هر داستان را که مطالعه میکنین شما اتو تصور میکنین که امی داستان مولانا دیروز سروده، چون با مقتضای عرص ما، عصر ماست. ما باید در روشنایی اندیشه های بلند مولانا به قدر و فهم توان خود مستمین و شنونده ها و عزیزان که این برنامه را از طریق تلویزیون بهار میشنون میبینن در روشنایی قرار بدیم. حالا ما این سر از که سلطان العلماء کی بود؟ باه و ولد اسمش محمد است، مشهور به باه الولد. باه الولد ابن احمد، ابن حسین، ابن خطبی یا خطبی، ابن موعود، ابن مودود، ابن وعب، ابن متحر، ابن اسن، ابن عبدالرحمن، ابن ابوبکر، ابن قافه. یعنی حضرت مولانا و پدرشان 9 پشت به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میرسن. از او خاطر است که مولانا را بکری میگن، سم بکری. بعضی از مستشرقین مثل احمد اقتداری، مثل حسین زرینکوب و بدیر زمان فروزانفر، این بزرگوارا میگن که نه، پدر جد مادری مولانا که اسمش بی بی خاتون بوده، فاطمه خاتون، از اولادهای ابوبکر که در بلخ سکونت میکرده، حتی میگن امکان داره این اولادی حضرت سلطان ابراهیم ادهم بوده مادرش، چون جد مادریش به ابوبکر میرسه، از او خاطر این بکری میگن. اما معتبرترین سنده که اونمو مناقب العارفین است یا مناقب العارفین است که او در زمان خود مولانا نوشته شده و عروس مولانا که خانم سلطان ولد است، او یک زن عارفه بوده، یک زن بوده که به مولانا بسیار به خسر خود احترام داشته، ارادت داشته. این می نخصار نوشته کده مستند و بعدا ایره احمد افلاکی مشهور به شمس الدین ایره جمعوری میکنه. اما او میگه که نه، جد مولانا 9 پشت به حضرت ابوبکر صدیق میرسه. مادرشان پیشتر بر شما عرض کردم فاطمه خاتون ابن میمونه خاتون از زنان بوده که خود از او به قلم و نوشته هم آشنایی داشته و سلطان العلماء را کمک میکرده و زن عارفه بوده. میگن سلالی از این حضرت سلطان ابراهیم ادعم میرسه. به هر حال مولانا فرزند عشق است. خود سلطان العلماء انسان بوده که با مو سلاله بزرگ که داشته رفع مسئولیت میکرده در مقابل دربار و ظلم ملک خوارزمشاه. میایم سر طفولیت مولانا. شما اطلاع دارین که مولانا در 604 در 6 ربیع الاول در بلخ در قریه که مسما به قریه نام پدرش بوده، یعنی قریه بهاءالدین متصل قریه لنگرخانه، زیارت است به نام زیارت خواجه عکاشا. مولانا در امیج متولد شده. قریه به نام پدرش مسما بود، بهاءالدین، قریه بهاءالدین. همیالی هم مسماست. خانقایی که مسما به خانقای حضرت سلطان العلماء است و مو آلت مخروبیش قرار داره. همیالم گر خشت و گل و سنگ و دیوار به نص قرآن که یوم ایزن تو حدس و اخباره هست که ای مردم زمین اخبار شما رو میگه. هنوز هم بوی می توحید داره، همو بوی مجالس حضرت سلطان العلماء رو داره. مولانا در 12 ربیع الاول 604 در بلخ تولد میشه.
طفل خرد است، آستاسا قد بلند میکنه. مادر کلانش میمونه خاتون، زن بسیار تن خوی و خلق تنگ، و چون سنش بالا بوده بسیار زن خلق تنگی بوده. مولانا همیشه او را آزار میداده، به مورد شوخی های خود قرار میداده، چون کواسیش بوده بسیار او را دوست داشته. آستاسا مولانا قد بلند میکنه. احمد افلاکی در مناقب العارفین میاره که پدرش این از محبت زیاد خداوندگار صدا میکرد. خداوندگار، این صاحب جان من. اتو نبوده که مولانا با آمدن شمس مولانا شده باشه. وقتی که شما به زندگی پیش از سن 38 سالگی که مولانا درون جانش منقلب میشه، دگرگون میشه، گفتی خودش مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم. اتو نبوده که مولانا پیش از شمس یک آدم عادی بوده باشه. خود مولانا در آثار خود، در رساله سپهسالار نوشته میکنه که اگر چند سبای پدرم زنده می بود، هرگز محتاج شمس الدین نمی شدم. زندگی روحانی مولانا در سن کودکیش، مولانا طفل 6 ساله است که در یک روز آدینه پدرش سلطان العلماء عادت داشتن که سنت در خانه می خواندن، در راه تکبیر تحریمه می گفتن یا ذکر می کردن یا خفیه و به سوی مسجد می رفتن. گفت پدرم مرا از محبت زیاد خداوندگار می گفت، دست مرا می گرفت و در نمازهای فجر در مسجد مرا می برد. در یک روز از صبح بودم که ما در نماز سنت در رکعت دوم به انا اتینا بودم، میگه چنان یک آلت سر ما آمد که ما افتیدم، زوف کردم، چیخ زدم، افتیدم. فقط صدای پدرم هم میشنیدم که به محبت برای من میگفت که خداوندگار ما تو رو چی شد. گفت سر من سر زانوی پدرم بود. لحظات بعد به هوش آمدم و پدرم برای من گفت که چی شد ای جلال الدین، ای محمد، تو رو چی شد. گفت پدر، آلتی که سر ما آمد من نمیتونم رو در عیان بگویم. خود مولانا میگه که من مردان عمیق سبز قبا پوشان را دیدم که به من صدا کرد که ای جلال الدین، دیگر مجاهدت مکش که ما تو را محل مشاهده ساختیم. کسانی که به عرفان و تصوف و اصطلاحات عرفانی و تصوفی آشنایی دارن میفهمن که محل مشاهده چی است. بیشتر من اشاره به حدیث کردم، آدمی را خلق کردم تا در آینه او طلعت خود ببینم. دیوان کبیر، غزل 1642، آنان که طلبگار خدایت، خدایت بیرون ز شما نیست، شمایت، شمایت، خدا در درون ماست. آنان که طلبگار خدایت بیرون ز شما نیست، شمایت، شمایت، میگه من برای خود خانه ساختم تا در آینه زی طلعت خدا ببینم. خدا میگه آنچه که حافظ 120 سال بعد میگه، سالها جام جم از ما طلب میکرد. کی؟ دل. چی طلب میگه؟ دل. حافظ میگه، میگه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ما خدا رو در خود داریم، چرا ذکر را طلب کنیم؟ آل مولانا محل مشاهده شده، اما منکر نماز نیست. بعضی تعبیر میگه که هو حالا که مولانا در خود ترکی محل مشاهده شده که نماز هم نخونن، نه. مولانا ریاضت در اون کودکی میکشید، نطفه پاک که به باید شود قابل فیض، ورنر سنگ گل خلولو مرجان نشود. سرانجام مولانا رو به خانه میارن. مولانا به مو ریاضت که داره کار میکنه، به یه حرفا غره نمیشه. خود سلطان العلماء که نامش محمد است، تخلصش به باه و دین یا باه الولد است، بیشتر به شما عرض کردم نو پشت به ابوبکر صدیق میرسه و بکری است. حادین روزها در مساجد میرفت و در مورد ظلم، جبر، اکراه، در روشنایی دین روشنه که پیشتر بر شما عرض کردم، نه دینی که امروز ما داریم. ما تیکدارای دین هستیم، ما وارثین دین نیستیم. مولانا قدر بیادب نیست که بگه شای من زیندقلان چادر و چلتار بگی. مولانا یه درک، یه ادراک داشته که با این چراغای روشن، با این دین روشن چگونه این راه تار تاریک میشه. مولانا یک از نیکلسن، ببخشید، مولانا یک از دیوژانس یا دیوگنس که در کوچه های یونان میگشت چراغ بده است، خودش کور، گفت ای روز است، ای روز تو که چراغ میگردی،
تو را بر تاریکی روشنی معلوم نیست، نمیفهمی که روز از شب است. در این روز که چراغ میگیدی، چی باب است، چی اسباب است، چی دلیل است، چی منطق است؟ گفت درست است که روز روشن یا شب تاریک برای من معلوم نمیشه، من کور هستم، اما من از خود نمیخوام این رکت خود میگرم. گفت خیلی چی دلیلی است؟ گفت من از این میترسم که کدام کور دیگه از سبوی من را نشکنانه. آره این کورا کی هستن که سبوی شما را مشکنانه؟ این کوردلان کی هستن که سبوی دینی من را مشکنانه؟ که با 200 چراغ به بیراه میره. سر هر مثلی مولانا که گپ بزنیم ساعت ها بگیم من روزم کم است. سلطان العلماء عادتشان چنین بود که در هر آدینه روز مردم در روشنایی قرار میداد. و این سخن ها از طریق امام فخر رازی که در دربار خوارزمشاه را داشت به خوارزمشاه رسانده میشه که این سلطان العلماء چی حال انداخته، هر روز مردم تشویق میکنه، حتی در صحبت های جنازه ها بیرون میشه، جلو یادم بگی این شوق و رغبت سلطنت بلخه داره، ذهنت خوارزمشاه را تغییر میدن. شاهان همیشه در دربار خود مردمان دارن که هر سیگنال که برایشان میده چون قدرت است، شهرت است، خوش داره نه که از پیششان نره، این از دست ندن. از او خاطر زود تغییر اندیشه میدن، زود شک و تردید به جانشان میده، بدونی که تمیز کنن اتومات میرن او را میزنن. مثال برجسته ما شما در تاریخ بیقی از سید نفسی از زندگی سلطان محمود غزنوی داریم. سلطان محمود غزنوی آیا برای فردوسی وعده نکرد که بر هر بیت یک سکه طلا میدم؟ وقتی که 60,000 بیت جور کرد بیچاره چقدر زحمت کشید برای هر درمش یه درم دینار داد. کسان در دربار بودن، شما میبینید که در دربار سلطان محمود غزنوی 400 نفر از عرفا و دانشمندا مثل انصاری و اسجدی و فروخی و دیگه کسا بودن. اینجا هم خوارزمشاه تغییر اندیشه در مقابل سلطان العلماء میده، چون او یک عالم است، یک واعظ است، یک مدرس است، یک از صوفیان اکابر است که درس عشق و انسانیت و تصوف از مکتبخانه سلطان ابراهیم ادم و سلطان احمد خزروی آموخته، نمیتونه با او سر جنگ بگیره. یک نامه رای میکنه به خوارزمشاه، یک نامه رای میکنه به سلطان العلماء و با این نامه مفتای خزائن بلخ هم برش میده. میگه اگر سلطان العلماء باه الولد یا باه الولد را شوق رغبت قدرت و شوکت و جاه و جلال از سلطنت خراسان است، من ملک خوارزمشاه حاضر هستم که این سلطنت همی قدرت با مفتای خزائن بلخ به تو بتم. سلطان العلماء سفیر و قیصر از ایره بسیار اترام میکنه، در قشخانه خود در بلخ در قریه باودین میشانه، برش نوشته میکنه که تو سلطانی و من سلطانم، تو را سلطان العمرا گویند و مرا سلطان العلماء، که سلطان العلماء را هرگز شوق و رغبت بر کرسی و سلطنت و جا نباشد. این مفتای خزائن بلخ تو نیز خود بگیر که سوال از آخرت بر تو امین خواد بود که امانت از امت ما یا امانت از بندگان ما پیش تو بود، تو چی کردی؟ خوارزمشاه وقتی که نامه سلطان العلماء رو میگیره، در اون نامه نوشته است که تو سلطانی و من سلطانم، تو را سلطان العمرا گوید و مرا سلطان العلماء، متيقن میشه که سلطان العلماء شوق رغبت قدرت نداره. اما باز هم به تایید که او مستند نیست از مستشرقین و نویسندهایی که سر مولانا کار کردن، میگن که بازم فخر رازی ذهنیت حضرت مولانا را ببخشین زینت خوارزمشاه را علیه سلطان العلماء تغییر میدم. اما چیزی که بسیار مهم است، چیزی که بسیار مستند است، او این است که عرفا عالم الهامات دارن. الهامات شامل اولیاء الله میشه. و دیگه چیزی که بسیار مهم است، دید جهان بینی از اینا، افق وسیع از اینا آنقدر وسیع بود که میتونستن تشخیص بدن اوضاع و احوال حتی منطقه را، حوزه باختر را، حوزه خراسان را. او میفهمید که انقریب سپای خون آشام مغول و چنگیز رسیدنی است. بلخ تارات میشه، بلخ تک تک میشه، بلخی که در عصر سلطان العلماء 500 حوض امام و 4000 میراب مسجد داشت. یکی از نویسنده ها شما با نامش آشناس این شفیع کدکنی میگه که شکر که
چنگیز در بلخ حمله کرد. اگرچه 5000 میراب و 500 از امام و هزارها علما و دانشمندان هستی کشید که اگر این حمله نمیکرد، سلطان علما اجرت نمیکرد، امروز نه مثنوی معنوی بود و نه دیوان کبیر و نه فی مافیه و نه مجالس صبحه. خب به هر حال این دید افق وسیع سلطان علما به این بود که حتما حمله میکنه چنگیز، بلخ تاراج میشه. این عجب بهانه میکنه با 400 کاروان از شتر که تماما کتاب های از آثار قلمی از نوشته های مورخین است، از پیش کسوتانه که در راستای دین، دین روشن، من باز عرض میکنم دین روشن، دینی که در او تعصب نیست، در او سختگیری نیست. مولانا واضح اشاره میکنه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنین از کار خون آشامی است، طفل تا که در بطن مادر خود است کارشون همون مایی است که در پوشم قرار داره، اما زمانی که به دنیا میه نه عقل داره نه منطق، به اوتومات میره پستان مادر خود میگیره، وقت کار شیر خوردن است، اما وقتی که در بطن است خام است، خون میخوره، اونم مایی که در کبرش خریده که است. ببینید مولانا میگه انسانای معتصب مثل طفل خام هستند، آنچه که از لغزش انسانای خودخواه و جاهل و به اصطلاح مغرور شدن به یک چند کلمه و چند دانش و چند سخن هستن، واضح میگه که نردبان این جهان است ماه و منی، عاقبت این نردبان افتادنی. اشاره به مردمایی میکنن که با داشتن چند کلمه و چند سخن و چند کلام فکر میکنن که این نردبان است که ما را میبره بالا، میگه نه، این نردبان آخر افتیدنی است. مفتی دی زینه میگه بالا نشو، این زینه تو را مندازه، کمرتون مشکل، پایتون مشکل، عاقبت این نردبان افتادنی است. آنچه که حضرت بیدل میگه 680 چند سال بعد از مولانا، امروز ناقصان به کمال رسیدن، از خودسری به حرف سلف خط کشیدن. بس دیگه سو نره، سلطان العلماء حرکت میکنن، یک خواهر مولانا که اسمش زینب خاتون بوده، چون عریسو کرده در بلخ میمانه، نمیخوای با پدرش بره، پدرش پیشنهاد آدم میکنه، میگه بچیم تو شوهر کردی، تو حق زندگی رو با شوهرت داری، من جبر نمیکنم، اگه میری برید، اگه نمیری باش. تنها یک خواهر مولانا میمونه در بلخ، دیگه کاروان حرکت میکنه. مولانا 11 سال به گمان اغلب 10 سال و 6 ماه عمر داره، یا بالاتر از او یا پایانتر از او. مولانا از رای بوکه یک قریه است متصل قریه لنگرخانه به اولسوری کلفت امروزی میرسه، ریگای سوزان کلفت میپیمایه، از رودخانه آمو توسط کیمه عبور میکنه. کجا میره؟ پیش کسی میره که مشهور به سید سردان است، شیخ محقق برهانالدین ترمذی، یکی از شاگردان نخست حضرت سلطان العلماء پدر مولانا، کسی که وقت خبر مرگ سلطان العلماء از قونیه برزی میرسه، یه جنازه غیابی میخونه و روح حضرت سلطان العلماء رو به خواب میبینه که ای سید سردان، بخی حرکت کو، آنچی از علم ما به تو لقا شده به جلال الدین برسان. جلال الدین 9 سال مکمل علمای علوم متداوله را از شیخ محقق برهان الدین ترمذی میگیره و میآموزه و برش شیخ محقق برهان الدین ترمذی میگه که آنچی از پدر به ما، آنچه از پدر بزرگوار تو به نیز استاد من، مرشد من، پیر من رسیده بود، من او را بر تو منتقل کردم. حالا دیگه مولانا به یک آتش فشانه میمانه، به یک آتش فشانه میمانه که یک کسی به سری می آتش فشانه پس کنه. شما میفهمید که آتش فشان یک عامل دیگه ایش که سرش حرکت میکنه، به اصطلاح کیمیادانا یک اکسیدیشن صورت میگره، اعتراق به وجود میاد، او فواره میزنه. حالا مولانا با دروس را که از حلب آموخته و آنچه را که از شیخ محقق برهان الدین ترمذی گرفته، مثل یک آتش فشانه میشه که هر لحظه یک کسی باشه که سر این آتش فشانه پس کنه، تا نور معرفت از این چنان زبانه ها بزنه، چنان این بلند شوه که دور دسترین قاره جغرافی های بشری هم گرمی جان ببخشه. فرقش با او آتش فشانی است که او سوزنده ذوب کننده همه وجود داره، همه موجود است که با این آتش فشان لمس میکنه یا تماس میکنه، اما این آتش فشان است که تماما
تماما داشته های ما و منی و خودخواهی ها و خودغرضی ها و خودمنی ها و تعلقات نفسانی و شهوانی انسان هم میکشه، تویش میکنه، خالیش میکنه، بعد یک آتش فشان مولانا مبدل میشه. کاروان بعد از مدت داره که در ترمز سپری میکنه، حرکت میکنه به سوی نیشابور. نیشابور جایی است که در اونجا یک پیر کهنسال معرفت که از تمام وجودش بوی مای توحید و معرفت میآید، شاگردان عظیم در گرد خانقای زی نشستن و گرمی جان میافند، مردی که از اتحد و سیمرغ و سلیمان و قوی قاف و از منطق الطیر و الهی نامه و اسرار نامه و مصیبت نامه سخن میزند، مرده که اونقدر بلند پروازی های معنی میکنه که میگه آنان که در هفت آسمانند هلایی نامه عطار خوانند. اما این مرد با این بزرگی خود متوجه کلمات باشین، وقتی که شما کلمات گرفتین مطمئن باشین که سطر میگیرین، وقتی که شما سطر گرفتین مطمئن باشین که سطور هم میگیرین، وقتی که سطور به عنوان یک صفحه گرفتین مطمئن باشین که کتاب هم میگیرین. حالا در دو نقطه شما اما ذهنتان رو معطوف کنین، مرکز بتین، سنتر بتین. یک، مردی که میگه آنان که در هفت آسمانن، در زمین نمیگه سویلا جان، در هفت آسمان الهی نامی عطار خوانن. این مردی که قدر بلند پروازی های معنی داره و قصر معنی شگوفان است، همه میان آستین و دست از زیر بوسه میزنن، این چگونه است که وقتی با طفل 12 ساله سر میخوره اصلا به سلطان العلماء هیچ اعتنایی نمیکنه؟ میگه این کودک کی است؟ میگه این خداوندگار ماست. پدرش میگه این فرزند فرزانه ماست، جلال الدین محمد است، خداوندگار ماست. شیخ خطار اولین گپی که میزنه ای صاحب منطق الطیر و مصیبت نامه و هلای نامه، میگه فرزند را نیکو دار، این فرزند را نیکو دار که دیر یا زود باشه آتش در عالم سوخت، آتش در سوختگان عالم زند. میگه این درون جان انسان ها را منقلب میکنه، تنورهایی که چوبهای تر خشک از معرفت مانده شده و منتظر یک جرقه سنگ چقمق است، مولانا مثل یک چقمق معنی میگه میزنه این تنورها را در میتنه، این تنورها را روشن میکنه. این مشعلش بسیار چیک قندیلی از معرفت و معنی میشه، این فرزند را نیکو دار. یک دوم چی میکنه؟ در عصر که عطار زندگی میکنه، نه این تو پرینتر است، نه تو کمپیوتر است، نه تو ماشین تایپ است، نه اسکنر است و نه مسائل مطابع است. 400 بیت یا به گمان میگن 4000 بیت هم بالاست کتاب را تحت نام اسرارنامه به یک کودک میده. کتابی که منشی حضرت شیخ عطار رو را نوشته و از این نقصه دیگر نقصام نیست، یعنی یک نقصه است. شما برید از یک آدمی که یک رساله کوچک کتاب خنده داره هم بیر ازش پیش بگیرین، اوه اینه کجا میبری؟ این مؤلف فلانی نوشته که این شعر از ما است، تصنیفش از ما است، چیزی از ما است، هویش از ما است. اما عطار در وجود مولانای کوچک چی را میبینه؟ که الهی نامه خدا برش میده و خود مولانا میگه که من بیشتر ابیات یا بیشتر داستانهایی که در مثنوی ما سرودیم از همین الهی نامه، اسرارنامه و مصیبت نامی عطار استفاده کردیم. من کار خانگی بر شما میدم، همین بیت مولانا رو توجیه میکنم، بعد یک تفریح میکنیم. ببینید مولانا میگه عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پای سنایی و عطار آمدیم. این چی توجیه داره؟ عطار روح بود، میگه آنچه که ما در 26000 کم بیش ابیات مثنوی آوردیم، عطار مثل روح در این قالب در آمده. از کجا؟ از مصیبت نامه و از الهی نامه. سنایی دو چشم او، تمام من چیزهایی که متباقیش میشه از مثنوی از عدیقه حضرت سنایی مولانا استفاده کرده. ما از پای سنایی و عطار آمدیم، یعنی آن چی که ما در 26000 بیت انداختیم با استفاده از 700 چند حدیثی که پیشتر به شما گفتم، با مستند حضرت امام جمی رحمت الله علیه که میگه هر کجا خوانند یاران مثنوی، حاضر آیت روی پاک مولوی، که 19 سپاره قرآن مولانا استفاده کرده یا به کار برده.
به اونم بزرگی خود میگه ما از پای سنایی و عطار آمدیم. حالا ببینید دیگه استقلال مولانا را، دیگه تقوای مولانا را میگه افشار هنر را عطار گشت، افشار عشق یا افشار عشق را عطار گشت. ما اندر خم یک کوچه دیگه ما چی هستیم که بانگ معرفت یا شناسایی از مولانا بزنیم؟ ما گنجشک پر شکسته هستیم با نول شکسته از ظلم اینمی جباران مستکبرین که بین غربت ها رسیدیم، از کسانی که با چادر و چلتار آمدن راه روشن دین سلطان قندخوی بشر به تار تاریک کردن. خود اینا تار تاریک کردن، دین تار تاریک کردن میتونن، اینا خود تک تک کردن، خود تار تاریک کردن. ما باید به با جهانیان بگوییم از پشت این مایک انجمن زنان سالها مثنوی خانی پشت لب و دان یک مرد محسن مبارک بوده، هیچ زن را من ندیدیم که چادرک یا سره. خب ما بیرون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. خدا با دل ما کار داره، با باطن ما کار داره. من ندیدیم که حامده باشه، شیشته باشه، از مولانا گب بزنه، از سنایی گب بزنه، از عطار گب بزنه. اگر بوده قلیل بوده، اندک بوده، از انگشتای ما بالا نبوده، همیشه در پشت بانگ معرفت مردا سلطنت معانی کردن. من بسیار خوش هستم، افتخار میکنم به خانم ملالای شبنم، به گروه کاری خانمایی که اینجا حضور دارن، که اینا بانگ معرفت میزنن. اینا هر کدامشان رابیای وقت خود هستن، اینا هر کدامشان کیمیا خاتون وقت خود هستن که مولانا از او یاد میکنه. اونقدر کیمیا خاتون مولانا دوست داشت دخترش بود که او را به شمس پیشنهاد کرد. دیگه هر کدام از اینا کیمیا خاتون هستن، کرا خاتون هستن که خانم حضرت مولانا بودن. و ما افتخار میکنم به شما و گروه کاریتان.